سلام دوستان عزیز، توی این ویدیو جدید آموزش 10 تا نکته و ترفند توی سیستم عامل و مک رو در خدمت شما هستیم که این نکته ها ممکنه به کارتون بیاد و چیزای خوبی باشن. اول از همه اگر میخواید که مثل سیستم عامل ویندوز هر موقع که پنجره باز میکنید بتونید اون رو به سمت چپ یا راست اسنپ بکنید، مثل ویندوز آی رو که وجود داشت و ویندوز اسنپ بود که توی لینوکس هم هست. این شکلی وقتی پنجره رو میکشید سمت چپ اینجا رو پر میکنه، وقتی خواستید که بکشید سمت راست به راحتی بتونید بکنید، چون دو تا مانیتور دارم سمت راست میره سمت مانیتور، ولی الان درست شد. خب نرم افزارهای زیادی هستن، ولی نرم افزاری که الان من خودم استفاده میکنم نرم افزار مگنن هست که وقتی اجرا میشه این قابلیت رو به شما میده و توی نوار بالا هم آیکونش قرار میگیره که توی تنظیماتش میتونید شورتکات هاش هم ببینید. نرم افزار مگنت هست که توی اپستور این هستش، کافیه سرچ بکنید مگنت و همونطور که میبینید $3 قیمتش هست. قابلیت بعدی که خیلی ها ممکنه ندونن نمایش فایل مخفی هستش که با دکمه ویندوز یا همون کامند شیفت و نقطه نمایش داده میشه. و اگر بخواید که فقط فولدر لایبرری رو به شما نشون بده میتونید از اینجا در قسمت شو آپشن ویو تیکش رو بردارید یا بذارید که اینجا گوشه لایبرری نمایش داده میشه. اگر میخواید از کل صفحه عکس بگیرید شماره 3 هست که میدونید ویندوز یا کامند شیفت و 5 رو بزنید و کل اونجا و اینجا گزینه رو انتخاب بکنید یا ویندوز شیفت 4 رو بزنید و خودتون انتخاب بکنید چه بخشی رو میخواید عکس بگیره که همونطور که میبینید عکس بگیره. و اگر روش کلیک بکنید اینجا گزینه هایی هست که میتونید چیزایی رو به اسکرین شات اضافه بکنید و میاد توی دسکتاپ ذخیره میشه. نرم افزار بعدی که میتونه خیلی کاربردی باشه برای مواقعی هستش که میخوای این قسمت رو خیلی کوتاه‌تر بکنی، نرم افزار بارتندر اگر نصب بکنید این قسمت میتونید بعضی چیز رو با این 3 نقطه مخفی بکنید. مثلا من اینو میگیرم بندازم این بر سیری فعال شد. برای این کار کنید پریفرنس و نرم افزارها رو مشخص میکنید که هاید باشن شو باشن یا بعضی مواقع نمایش داده بشه یا نشه. اگر بخواید که خیلی سریع توی ترمینال یا هر نرم افزار کامند پرامپتی که مثل آیتر نصب کردید بخواید کانورت بکنید عکسی رو، میتونید بیاید توی سیدی دسکتاپ بگیری که اون تصویر قرار داره و کانورت
اسم فایل حلو میکنیم به سکرین شات دات جی پی جی. اینتر رو که بزنیم کانورت میشه به فایل جی پی جی همونطور که میبینید. یا میتونید جفتش رو کانورت بکنید با هم به a.pdf. اگر ببینیم یه فایل pdf ساخته میشه که دو تا عکس در اون وجود داره. اگر بخواید 10 تا فایلی که اسکن کردید رو بکنید یه فایل pdf، این میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. از طریق اسکن داکیومنت توی دسکتاپ هم اگر گوشیتون رو بردارید میتونید از طریق گوشی هر چی که خواستید رو اسکن بکنید. این هم یک ترفند دیگه بود و همونطور که مطلع هستید یک تاچبار توی مک هست که خیلی اطلاعات خوبی توش نمایش داده میشه. اما اگر بخواید توی اون چیزایی مثل داک رو بخواید نمایش بدید، نرم افزاری هست که این کار رو براتون انجام میده. نرم افزار پوک هست که داکتون رو میاری توی تاچبار. حالا من اگه میتونستم تاچبارم بگیرم میتونستید ببینید الان من از تاچبار مثلا کرون رو اجرا میکنم با پوک هستش. اینجا من شورتکاتش رو میبینید بیفرنسه هاید کنترل استریپ، یعنی کنترل استریپ هایی که هستن رو بیاره یا نیاره یا در لاگین لانچ بشه. داچ ویجت هست که میتونی یه ویجت اضافه بکنه که میتونی فیندر رو حذف بکنید. فایندر رو شو آنلی رانینگ اپس هست که فقط نرم افزارهایی که در حال اجرا هستن رو نمایش بده و گزینه‌های دیگه که وجود داره که مثلا وای فای رو نشون بده، پاور آیتم رو نشون بده یا نه، تاریخ و زمان رو نشون بده یا نه. میتونی کلا گزینه‌ها رو برداری تا گزینه‌های بیشتری رو در دسترس داشته باشی. ترفند بعدی هم زمانی است که میخوای به یک فایل ISO ویندوز دارید و توی USB بخواید اون رو بریزید. یونت بوتین یکی از بهترین گزینه‌هایی هست که میشه باهاش USB بوتیبل ویندوز بسازید توی مک و هم لینوکس و هم ویندوز قابل نصب. یکی دیگه از نرم افزارهای که خب تا اون اجرا بشه CleanmyMacX یه نرم افزاری هست که باش میتونی سیستم جانک، میل اتچمنت ها، ترش بین، مالور ریموال و پرایویسی رو تنظیم بکنید و اون قسمتی هم گفتم کلین بکنید با قسمت اسکن. اون قسمت کلین ها فعال میشه بعدش که کلین ها رفت جلو میره تو قسمت پروتکشن و یک دو سه تا تریک برای بالا بردن سرعت مثل پاک کردن DNS کش
پاک کردن و آپتیمایز کردن فضای رم رو انجام میده تا سرعت سیستم بالاتر. گزینه‌های بیشتر هم توی آپتیمایزیشن مینتنس از نرم افزارو میتونید پاک بکنید. میتونید نرم افزارهایی که قابل آپدیت هست و آپدیت براشون اومده رو آپدیت بکنید. مثلا اینجا کلی نرم افزار هست که باید آپدیت بشن. بعد چیزایی مثل اسپیس لنز، فایل هایی که بزرگ یا قدیمی هستن رو پاک بکنید، کلا این فایل رو به صورت دائم پاک بکنید که خیلی نرم افزار. من همیشه وقتی مک بخوام نصب بکنم یا بهینه بکنم از این استفاده میکنم و هر یک هفته یک بار من در اجرا میکنم، خیلی تاثیر داره توی سرعت سیستم. خب توی یونت بوتین که گفته بودیم میتونید دوزی های لینوکسی که خواستید خودش اتوماتیک دانلود بکنه، که مثلا اگر ما بخوایم فدورا رو نسخه 30 رو توی USB بریزیم به راحتی دانلود میکنه و برای ما رایت میکنه. و اگر اینجا دیستمش iOS و ویندوز هم معرفی بکنید، میتونه حتی ویندوز رو هم بوتیبل بکنه، هم لینوکس هم و گزینه بعدی هم اگر خواستید صفحه نمایش آیفون رو توی مک ببینید، باید نرم افزار کویک تایم پلی رو باز بکنید اینجا، بعد قسمت فایل همونطور که میبینید ویب کم قابل مشاهده هست. و میتونید اون رو به ویژوال ویب کم تغییر بدید، اینترنال میکروفون و فعال بشه. میتونید حتی از صفحه نمایشیتون هم از طریق کویک تایم فیلم بگیرید و اون رو به همین صورت رکورد بکنید. حالا چون دسترسی میخواد باید ما این رو ببندیم، یک بار دیگه کویک تایم رو اجرا بکنیم تا بتونیم از اسکرین رکورد بکنیم. ما میتونیم بزنیم کجا رکورد بکنه و شروع کنیم رکورد کردن که دیسپلی اول یا دیسپلی دوم باشه. همونطور که دیدی کدوم زیادی داره، که میتونید ازش استفاده بکنید برای این موضوع. موبی ریکوردین، آودیو ریکوردین و اسکرین ریکوردین. اگر متصل باشید به گوشی، گوشی هم میتونه جزو گزینه‌هایی باشه که قابل ضبط کردن هست. این هم از قابلیت های کویک تایم هست. خب گزینه بعدی که میخواستم معرفی بکنم فوکوس رایتر هست، که برای مواقعی هست که میخواید چیزی رو تایپ بکنید و صفحه زیاد شلوغ نباشه، که میتونید تمرکز بکنید تو چیزی که دارید تایپ میکنید، که هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی هست. خودش اتوماتیک دایرکشن رو هم رایت تو لفت یا لفت تو رایت میکنه و رو کامند و پلاس هم
میشه در اون تغییران پیشت کرد که ما بریم توی پریفرنس اگر بخواهید که تغییراتی توی بارش ایجاد کنید یا اگر بخواهید توی فونت تغییرات بدید بعد بیایید توی دیفالت اینجا دوپلیکیت بزنید اینجا ادیت کنید و فونتش رو افزایش تایپ فونت رو ما بزرگتر کردیم حالا می شود تایپ کردیم اون که می بینید هر دیوان که بیاری داره که اگر خواستی بیتونید به چیزی که می خواهید این رو در اینجا انجام بدید این بود از ویدیو امروز در خصوص در ترفند توی مک که امیدوارم خوشتون بیاد و به کارتون بیاد. یه نکته دیگه هم که مونده اینه که با هومبرو میتونید نرم افزارها رو به صورت کامند پرامپت نصب بکنید که مثلا دو نستال چه هرچی که اینا بزاد کامند پرامپتی باشه رو آپدیت میتونی آپدیتشون بکنی رو کست نستال که به صورت تسک هست که نرم افزار گرافیکی مثل مثلا لیبر آفیس یا گیم یا مثلا ویلسی میتونید برات نصب بکنید از اینجا اینایی که توی اپ استور نیستن رو با در خود کامند پرامپت بدون اینکه بخواید از اینترنت دانلود بکنید نصب بکنید این چیزی که شبیه توزیع لینوکس هست مثل اپت پکمن و چیزی یام مثلا و دیگه تموم شد و امیدوارم که خوشتون بیاد اگر خوشتون اومد دکمه سابسکریپت رو پایین بزنید و اگر خواستید که ویدیو جدید میاد اطلاع داشته باشید زنگوله رو بغل دست سابسکریپت کلیک کنید خیلی ممنون خداحافظ